یک مجتمع استخر ایجاد خواهد شد. حالا پشت بومش حسن کاظمی قمی، حالا پشت بومش یه فضای سبز و یه استخر. یعنی افغانستانی تو ایران برج میسازن؟ سلام بچه های دوست داشتم، خوش آمدید. خوش اومدید بچه، اومدی بریم به سراغ یک ویدیوی شاید عجیب. نمیدونم عجیب، من بچه نمیدونم در مورد چیه. خسته نباشید بچه. یه چند روزی پیش بود که توی روزنامه هم خبرش اومد تو ایران که آقا یک سری افغانستانی ها هستن که دارن تو ایران سرمایه گذاری میکنن و قرار برج بسازن تو ایران و حتی خیلی هم داستان شد و اینا، خبر ها اومد و این داستان ها، و الان اومدیم ببینیم که چه پروژه‌ای قرار آسمان خراش یا برج بسازن تو ایران از کی، توسط افغانستانی ها و سرمایه گذاری خودشون. خب حاجی دیگه باید اینجوری مبادله کنن دیگه با هم. جالبه بریم ببینیم که چه پروژه‌ای و به کجا بس می سرانجام آید. دانشگاه ها بچه ها، حالا دانشگاه ها هم که دیدی که ایران و افغانستان قرار با هم دیگه استاد جابجا آره کنن. آره استاد و دانشجو قرار با هم دیگه جابجا بکنن و این مبادله مدلی داشته باشن. بریم با هم دیگه از کانال AF جورنال ببینیم که این ویدیو در مورد چی واقعا عجیبه. بریم ببینیم دیگه، بریم ببینیم اطلاعات کامل کسب کنیم. Let's go. یک تجار افغان بزرگترین آسمان خراش را در شرق ایران میسازد. کجا؟ سرمایه گذاری تاجران افغان در ایران. فکر کنم بچه‌ها گفتن تو چابهار یه دونه می‌سازند. چابهار یه سرمایه گذاری هم به چابهار افغانستانی‌ها داشتن یادمه. اونم دیدم تو روزنامه. آجی از این خرپولا دیگه. آره دیگه. اوه. این برجا. دیدگاه مقامات ایران در مورد سرمایه گذاری تاجران افغان در ایران. ببینیم چه خبر است. و دیدگاه کاظمی قمی در مورد تاجران افغانه که در ایران سرمایه گذاری میکنن. پول خوبی میگیرن خب دیگه. اصلا مثلا پولش نیست، پس اینکه بالاخره شما سرمایه گذاری میکنی تو هر کشور میخوای دیگه. ایران هم پول خوبی از این لحاظ با اینکه ایران خودش خیلی داره سرمایه گذاری میکنه، مالا یک توپول و مپول و برج و فلان و اینا، ولی بالاخره شما کشور نیاز داره که سرمایه گذاری بکنه. الان دبی رو نگاه کن، شده یک سرمایه گذاری دنیا بچه. آره دیگه. بعد بچه ها جدیدا هم که شنیدی که این بزرگترین مالی که تو ایران بود دیگه، بزرگترین مال تو ایران دیگه. بعد الان جدیدن دیدی که چین یه دونه بزرگترین مال داره میسازه. وای برادر کجا میسازه؟ چین خودش دیگه. نه بزرگترین مال خاورمیانه تو ایرانه، نه بزرگترین مال آسیا. چین جز خاورمیانه نیستش که. یا حالا کلا دیگه بزرگترین مال داره اونم میسازه یه دونه. ولی اگر بچه‌ها پروژه دو سرمایه گذار افغان دو سرمایه گذار بزرگترین آسمان خراش را در شرق و شمال ایران یعنی از برج میلاد بالاتر فکر نمی کنم ایران گزارش دادن. 360 متر یک برج 25 طبقه ای با هزینه 35 میلیون دلار آمریکایی معادل به 5000 میلیارد ریال ایرانی. 5000 میلیارد ریال خب چقدر میشه؟ یعنی 5000 میلیارد ریال میشه 500 میلیارد تومان. نه 500000 میلیارد تومان. نمیدونم. یا 5 میلیون دارم اذیت میشم، دارم اذیت میشم. یه حساب کتاب من 30 میلیون من راحت ترم باش. 30 میلیون دلار راحت تره چون به ریالم گفت تومن نگو. ما باید اینجا به تومن تبدیل. 3515 میشه بچه‌ها تقریبا 150000. نه نگو. به نظر من اصلا اصلی سرمایه‌گذاران افغان در همون چابهار. چابهار دیدی گفتم بچه چابهار، من قبل اطلاعاتشو داشتم گفتم چابهار خیلی خفنه واسه این. بریم ایران آغاز شده است. بله گفتم خبرگزاری های دولتی ایران با نقل از عبدالحکیم آصفی معاون عمران وزیر بنایی منطقه آزاد چابهار نوشتند که پروژه ساخت این برج ششم ماه حدود سال جاری بگونه رسمی آغاز شده است. اصلا آغاز شده است بچه ها، دیگه میخواییم ببینیم اینا هم اینجوری هم نیست، ولی چیز جذابیه آجی. اصلا این به کنار آغاز همکاری هاست. آره اصلا چون ایران که از قبل بچه ها فکر کنم برای اولین بار من میشتم همچین موضوع، چون قبلا چنیده بودم خیلی از مثلا بسه فیبر نوری میخواستن واسه اینترنت افغانستان بکشن، ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری کردن، نمیدونم کندر معادن ایرانی‌ها بودن، قطار ایرانی‌ها بودن تو افغانستان، ولی تو ایران تا حالا کسی افغانستانی سرمایه‌گذاری نکرده. آقای آصفی از این پروژه به عنوان پروژه فاخر نام برده و گفته است که سرمایه‌گذاری روی این پروژه از سوی گروه سرمایه‌گذاران ستارگان خراسان مهاجر از کشور افغانستان انجام شده است. اوه این منطقه است. از این آسمان خراش
به عنوان بزرگترین و مرتفع‌ترین برج در جنوب شرق ایران یاد کرده. از جنوب شرق سمت جنوب شرق. آره دیگه اون سمتی وگرنه برج میلاد الان برج میلاد 360 متره. خب ببین یه بس برج اداریه، خب برج اداری مسکونی میتونه باشه. یه بس برج تفریحی هم هستش. باش. الان برج میلاد تفریحی هم هست. آخه اون برج میلاد داره اون کلشه دیگه، اون سرشه دیگه. بابا اون بدنه لولش که چی نداره که. نه چیز داره بابا، یه عالمه جای لولاش اینقدر داره. زیاد نه که رفتم منم. طبقه اولش اینقدر چیز داره که اصلا به بالاش نه منظور اون فقط مسیر آسانسوری که برسه به اون بالا، وگرنه اونجا کنسرت بنده خدا امیر تتلو میگفت حق من بود اونجا من کنسرت بذارم من. عبدالحکیم برج میلاد نامرده است. این پروژه در 25 طبقه ساخته خواهد شد طبقه. که 4 طبقه تهدانی با مساحت 13000 متر مربع پارکینگ، 3 طبقه شامل همکف و 2 با مساحت 6000 متر مربع تجارتی، محل تجارتی و لابی خواهد بود. یه دور جای هلیکوپتر هم باید بذارم بالا. چه ربطی داره؟ به چوبه ها رو انتخاب کرده. منطقه آزاده به خاطر اون منطقه آزاد. ببین الان خیلی الان دارن سمت گذاری میره اونجا تو... کیش مثلا تو نگاه کن کیش ببین کیش انزلیه سمت تبریز. ببین اینا رو دارن وسعت میدن، نمیدونم حالا از بیرون شروع کردن، من نمیدونم حالا داستان چیه، دارن خیلی توسعه میدن. طبقه 3 و 4 با مساحت 4000 متر مربع دارد. طبقه 5 تا 25 با مساحت 30000 متر مربع مسکونی. هر چی میره بالاتر بیشتر میشه، اینجوری قراره بسازن. آخه 30000 متر مربع چی؟ یعنی 30000 متر مربع ببین تو چقدر اتاق و نمیدونم دیگه، میگم بکن چی در میارن دیگه. ببین از این بچه از این برجا میشه نمیدونم رفتید یا نه، ای و بی داره گیج میشی، بی ایش کجاست بیش کجاست اونجوری فکر کن. آ بچه‌ها میخوای بری طبقه اول، طبقه اول ای مثلا ای بی 60 ای وان یا بی وان اینجوری مثلا ای ممیز 2 ممیز 1 یهو میبینی میگن آقا برو اونجا. و طبقه 25 و 2000 متر مربع خواهد 25 طبقه کوچیکه. من تا 50 تام دیدم. 2000 متر مربع فضای سبز و یک مجتمع استخر ایجاد خواهد شد. بالا پشت بومش حسن کاظمی قمی. بالا پشت بومش یه فضای سبز و یه استخر. یعنی افغانستانی تو ایران برج میسازن؟ سقفش استخر درست کنه. یعنی میشه چیز دیگه؟ میشه چی بود؟ چی بود؟ پنتاوس میگن؟ پنتاوس اصلا خونه است. میدونم بالای پنتاوس استخر هم هست. پایده ویژه ایران و سرپرست سفارت ایران در کابل میگوید این سرمایه گذاری از قبل در چابهار صورت گرفته بود، اما امروز رسمی شد، رسمی شناختن رسمن آغاز شد. اینا پس از قبل این پروژه رو بسته بودن که با هم دیگه ببرن جلو، الان دیگه دیگه گفتن آقا تمومه دیگه. تمام ادامه بدید بکشید ببرید بالا طبقه رو تا 25 تا 30 ببرید. حاجی من یه چیزی بگم، مثلا این هواپیمایی ها رو میبینی فرودگاه مثلا میاد همه جا امارات، هر جای دنیا رو نگاه میکنی یه هم میبینی 20 تا 10 تا 15 تا امارات اونجاست یا الاتحاد اونجاست یا قطر یا قطر. الاتحاد نیست بابا، الاتحاد بابا اتحاده. اتحاد نه اتحاد یه دونه قطر داریم یه دونه امارات داریم. فلای امارات داریم اتحاد هم هست ولی همون امارات دیگه. دو تا شرکت هوایی ابوظبی زده روش اینا رو زده اینجوری میزنه. ابوظبی هم میزنه. ابوظبی چی؟ حاجی اینا من میگم چرا ایران افغانستان اسم کشور میبینی ایران داره دیگه آخه زیرش اینجوری خوشگل نمی نویسه. یه گوشه فقط مثلا ایرلاین میدین ایران مثلا میزنه. میدین ایران مثلا همون دیگه. من میدینش خودم گذاشتم ایرلاین ایران یا مثلا ایرلاین افغانستان. یک از پروژه های کلان با سرمایه‌گذاران افغان در ایران می‌داند و می‌گوید که با آغاز روند اجرایی آن گفتگوهای جدید بین مسئولان چابهار با سرمایه‌گذاران افغان در دستور کار خواهد بود. ساخت این برج با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران افغان در حال آغاز شده است که من برام 30 میلیون دلار پول هزینه چی داره میشه. آخه من اینو بگم آقا الان اینجا مثلا اون شرکت داره میاد هزینه اینو میده و درست میکنه و تمام. هزینه رو این میده و میسازه دیگه. هزینه رو ایران میده و میسازه. البته سرمایه گذاری یعنی که اون داره میاد بسازه خودش اصلا ما میگیم خودش میسازه. بعد این زمینو الان چجوری میخواد بفروشه؟ یعنی چی؟
میخواد بعد چجوری میخواد پولش از اونجا در بیاره؟ این دیوانه نیست که بیاد مثلا 30 میلیون دلار هزینه کنه بعد چجوری میخواد ازش پول در بیاره؟ میفروشه، میتونه بفروشه، مثلا یک طبقه رو کامل بفروشه بده به دست شرکتی اجاره بده، اجاره اینجا اصلا قابل پرداخت نیست. البته بچه آره دیگه، یه واحد 60 متری بخوای ایران الان بگیری یه خونه در به درد نمیخوره. حالا چابهار ارزان تره، خب این تهران اینا گرونه که مثلا 200 میلیون یهو می‌بینی 8 تومن 7 تومن. از ادارات مختلف حکومت افغانستان به ایران سفر کرده است و از مناطق آزاد چابهار بازدید کرده است. نماینده ویژه ایران گفته است که حضور هیئت افغان در چابهار فقط محدود به همکاری ترانزیتی نیست، بلکه سنگ بنای یک همکاری دوامدار است. ببین خیلی گزینه خوبی این گفتم بود. این یک شروع آغاز این همکاری است. ماشین استارت میزنی، استارت میزنی دیگه، ولی معلوم نیست میخواد کجا بری. اینجا ما آقا اینا استارتشو قبلا زده بودم ولی الان دیگه ثبت کردم ما میریم آقا کجا، مثلا به یک مختر نشون کردن دیگه. مثال خوبی نبود؟ نه بچه ها دمه تو گفت لکو سابسکرایب بکنید، خداحافظ، زنگوله رو بزنید، تا ویدیو بعدی، خدا بدرود.